سلام، این سومین برنامه جامکاته که قرار گزارش جشنواره تیف باشه، جشنواره تورنتو که الان در حال برگزاری است. جشنواره تورنتو در ابتدای تأسیسش نامش جشنواره جشنواره ها بود، فستیوال آف فستیوال، چون فیلمایی رو از جشنواره مختلف انتخاب میکرد، برگزیده ها رو کنار هم دیگه جمع میکرد و نمایش میداد. از ابتدا هم جشنواره غیر رقابتی بود، هیئت داوران رسمی نداشت. توی دو دهه اخیر هم همین رسم ادامه پیدا کرده، با اینکه اسمش تبدیل شده به جشنواره فیلم تورنتو، کماکان هیئت داوران رسمی تو بخش مسابقه نداره. بهترین فیلمایی که توی جشنواره‌های اروپایی نمایش داده میشه رو جمع میکنه، ترکیب میکنه با تعدادی از فیلم‌های آمریکایی که نزدیک اکرانشونن، یعنی دو سه ماه دیگه میرن روی پرده و آماده میشن برای فصل جوایز انتهای سال. معمولاً جذابیتش در همینه که توش هم میشه منتخبی از فیلم‌های اروپایی یا فیلم‌های آسیایی، تمام فیلم‌هایی که تو طول سال تو جشنواره‌های دیگه نمایش داده شده رو دید، هم چند تا از فیلم‌های مهمی که به زودی اکران خواهد شد و ممکنه شانس دریافت جوایز اسکار و دیگر جوایز مراسم های آمریکایی باشن رو هم اینجا دید. این جشنواره یه سری هیئت داوری های کوچیک تو بخش های مختلف داره، اما بخش مسابقه رسمی نداره. مهمترین جایزش همون چیزیه که مردم انتخاب میکنن به عنوان فیلم منتخب و رأی بهش میدن. کل جشنواره متمرکز در همین خیابون کینگ، در همین خیابونی که ابتدا و انتهاش رو تو چند روز اول جشنواره میبندن و یه خورده حال و هوای فستیوال پیدا میکنه و غرفه هایی که اینور اونور خیابون و سینفیلایی که میرن و میان و دوست دارن ستاره ها رو ببینن و خبرنگارایی که حرکت میکنن و لوگوی جشنواره رو هم در ابعاد بزرگی در ابتدا و انتهای خیابون میذارن که مردم میان باش عکس میگیرن با عنوان یادگاری شروع جشنواره و ماشینا دیگه رفت آمد نمیکنن تو این چند روز. دو طرف خیابون هم نمایشگاه‌های مستقر میشه کوچیک، بعضیاش سینمایی بعضیاش غیر سینمایی، بعضیاش برای رفع نیازهای شکمی است، در واقع پیتزا میدن، نمیدونم خوراکی‌های مختلف، بقیه‌اش هم عکس میگیرن یا نمایشگاهیه که بالاخره یه ربطی ممکنه به سینما داشته باشه یا حتی میوه بفروشن، چیزهای مختلف در این اطراف قرار داده میشه. انتهای این خیابون هم به این شکل بسته میشه و یه استیجی درست میکنن و تعدادی از گروه های موسیقی میان و اجراهایی دارن تو این چند روز که بالاخره بخشی از تماشاگرای جشنواره میان اینجا جمع میشن. کنار این خیابون واقعا ممکنه هر چیزی ببینیم دیگه. الان این دوستمون هم مشغول کشیدن تصاویری از انیمیشن آقای میازاکی است، پسر و مرغ ماهیخوار، مشغول داره اینجا برای خودش نقاشی میکنه. تو این محدوده به صفهای مختلف همه برمیخوریم، از کسایی که کارت پرس دارن و میخوان وارد سالن بشن یا تماشاگرایی که منتظرن اگر جای خالی باقی موند راشون بدن، تو صفهای به اصطلاح راش لاین وایسادن، تا شکلای دیگه صف بستن های جشنواره ای.
به هر حال جشنواره است و صف دیگه، جشنواره بدون صف که نمیشه. در طول این مسیر سالن‌های مستقر شده، بهترین سالن‌های نمایش این جشنواره تو خود همون سالن اصلی است، تو همون سالن تیف و همچنین مجموعه سینمایی به نام اسکوشابنگ تئاتر که یه مقدار بالاتره و تصویرش رو دارید می‌بینید. اینجا هم چند سالن هست که بهترین سالن‌هایی ان که میشه توش فیلم دید، چون سالن سینماهای اینجان. یکی دیگه اش هم همین سالن روی تامسون هاله که الان پشت سر من می‌بینید. اینا سالن‌های پراکنده ایان که در واقع تیف ازشون استفاده میکنه تو ایام جشنواره برای اینکه فیلم‌ها رو تو نمایش بده. بقیه سالن‌هایی که توی خود خیابون کینگ مستقره اغلب سالن‌های خیلی بزرگ و مجلل اپرا و کنسرتن. اونقدرها حداقل من علاقه ندارم توش فیلم ببینم، چون اگر آدم تو ردیف اصلی نیفته تو سالن پایین نباشه و بره طبقات بالا، عملاً پرده سینما تبدیل میشه به چیز بسیار کوچیکی که کم و بیش نزدیک به تجربه فیلم دیدن تو لپتاپ و تبلت و ایناست. خیلی جای مناسب نیست، با اینکه سالن‌های خیلی نفیسیان ولی سالن سینما نیستن. اینجا الان طبقه ششم ساختمونیه به اسم تیف بل لایت باکس که یه جور کاخ جشنواره است. ساختمونیه که چند تا سالن نمایش توشه و دفترها و مدیران جشنواره همه اینجا مستقرن. بقیه سالن‌ها اطراف اینجان. دیگه اینجا رو پیدا کردم، کم سر و صداتر از جاهای دیگه بود، ببینم امیدوارم مشکلی در ضبط صدا پیش نیاد. اولین فیلمی که در جشنواره نمایش داده شد آناتومی آف فال، تشریح یک سقوط، ساخته خانم جوستین تریه، فیلمی است که نخل طلا رو برده دیگه. فیلم درباره جدال بین یک زن و شوهره که هر دو نویسندن و این اتفاق چون در دقیقه دوم سوم فیلم رخ میده فکر کنم خیلی فاش کردن داستان محسوب نمیشه. یک سقوط اتفاق میفته که ما متوجه میشیم مرد کشته شده و خب حالا تمام فیلم مسئلهش اینه که پیگیری کنیم که آیا این خودکشی است یا ممکنه قصد باشه. فیلم در واقع یک درام دادگاهی است، چون با وکیل و دادستان و مدارک و شواهد و بررسی جزئیات پرونده سر و کار داریم به سبک درامای دادگاهی و کشش داستانی هم متمرکز رو همینه که ما بدونیم عاقبت ماجرا چه خواهد شد. چیزی که تو فیلم هیجان انگیزه راستش این خط داستانی نیست، با اینکه خیلی خوب پیش میره و با اینکه قصه خوب نوشته شده و دیالوگای موثری داره و همه اینا، اما اصل ماجرا این نیست. یک شخصیت پسر بچه داریم که در یک تصادف آسیب دیده و بیناییش محدود شده، نابینا نیست، بیناییش محدود شده. جذابیت اصلی رفتن به سراغ اون پسر بچه است و سگی که باهاش دم خوره و خلاصه میبرتش این برای اون بر. رابطه این بچه با این سگ و تأثیری که روی داستان میذاره که عملا انگار حاشیه‌ای است، انگار مسئله اصلی نیست. و بعد کار فیلمساز با صدا، چون این بچه درست نمیبینه، خود اتفاقی که افتاده هم وابستگی هایی به صدا داره، صدا و موسیقی توش نقش داره. کار فیلمساز با تکرار این موسیقی که در لحظه سقوط شنیدیم و بعد حساسیت پسر بچه به صداهای اطرافش و درکی که از طریق صدا داره منجر به این شده که یک باند صوتی کار شده توی فیلم بشنویم که در واقع اون برای خودش اصلا داره جنبه های دیگه ای از درام رو توضیح میده. فیلمیه که خیلی باید به شنیدنش هم دقت کردیم که جزئیات صوتی داره چیکار میکنه و چجوری این التهاب رو تشدید میکنه و چجوری رو قضاوتهای ما تأثیر میذاره. خلاقیت فیلمساز از این جهت خیلی تحسین برانگیزه، حالا گذشته از جنبه های داستانی و پیچیدگی دراماتیکش فیلم به یاد ماندنیه. Stop. I did not kill him. That's not the point. فیلم دومی که دیدیم The Zone of Interest، منطقه مورد توجه، منطقه مورد علاقه، حالا هر جوری ترجمهش بکنیم، ساخته جاناتان گلیزر، هم در بازیگر زن اصلیش با فیلم قبلی اشتراک داشت، یعنی با آناتومی یک سقوط، هم در باز هم کار با باند صدا. این خیلی تقارن عجیب بود، یعنی هم بازیگر زن فیلم قبلی رو دوباره دیدیم، در هر دو فیلم هم بازیش دیدنی است، خانم ساندرا اولر، از طرف دیگه اون هم باز فیلم صداست و اصلا کلن فیلم استایل. منطقه مورد توجه یا منطقه مورد علاقه فیلمی است که به هر حال از نظر موضوعی درباره هولوکاسته، میتونید دستبندیش کنید در مجموعه فیلم هایی که از ابتدای تاریخ سینما تا الان درباره هولوکاست ساخته شده. ولی فیلم واقعا از این فراتر میره. تصمیم اصلی، ایده اصلی تکان دهنده است. ما در کنار کمپ آشویتسیم، در کنار اردوگاه اصلی و توی خونه فرمانده اردوگاه. وقتی کم کم متوجه میشیم موقعیت چیه، خب انتظار داریم اون ور دیوار رو ببینیم، بریم تو کمپ ببینیم چه خبره. فیلم ما رو همین طرف نگه میداره
در خانه‌ای بهشت گونه، انگار بهشتی است مجاور جهنم، و از اون طرف دیوار فقط صدا میاد، دودگاهی دیده میشه، آثاری دیده میشه، و فقط ما خبر داریم که اونور چه میگذرد، چیزی که خب همه تماشاگرها غالباً دربارش اطلاعاتی دارن، و اگه ندارن دیگه همه چی وابسته به حدسشونه، دیگه باید فکر بکنن که اونور دیوار داره چه اتفاقی میفته، کدوم یکی از اتفاقاتی که در تاریخ ثبت شده و در منابع دیگه دیدن. ما اینور میمونیم در خانه ای که داره آرامش میده به خانواده فرمانده این اردوگاه. فیلمساز حالا گاهی از توی این موقعیت میره توی تصاویری از شب و دیگه حالا جزئیاتش رو نگم، حیفه، باید تماشا کنید خودتون، و رفت و برگشتاش و بعد هم یک پایانبندی به یادماندنی خیلی فیلم رو تاثیرگذار میکنه. فیلم به شکل عجیبی نمای درشت نداره، ما تقریبا نمای حتی میدیوم شات هم از کاراکترها نمیبینیم، با اصرار خاصی ما دور از موقعیت توی یک وضعیتی شبیه تماشای یک تابلو فیلم رو دنبال میکنیم، و از این جهت فیلم از نظر گرافیکی و برش میان نماها و توالی قابها یک نظم خیلی دقیق و تاثیرگذار داره. اصلا بیشتر فیلم سبکه و فیلمی است که داره تو این جزئیات کار میکنه بیش از اون که بخواد با موضوعش مانو تحت تاثیر قرار بده. فلورا و پسر اسم فیلم تازه جان کارنی است. جان کارنی رو میشناسید، همون فیلمساز ایرلندی دوست داشتنی که تقریبا همیشه تو دوبلین فیلم میسازه، شهری که توش به دنیا اومده و کار کرده، و همیشه هم شخصیتاش با موسیقی سر و کار دارن. اگر فیلم وانس رو دیده باشید، فیلم درخشانی که سال 2007 ساخت، اون فیلم هم درباره یک زن و مرد موزیسین بود که اصلا از طریق ساز و از طریق موسیقی و از طریق خواندن با هم دیگه رابطه ای میسازن، رابطه ای شاید یه ذره رمانتیک ولی بسیار رقیق، یعنی اون وجه رمانتیکش هیچ شباهتی به فیلم های رمانتیک معمول نداره. نکته اصلی پیوندشون از طریق موسیقی بود. اینجا هم همون وضع رو داریم. فلورا و پسر درباره رابطه مخدوش مادر و پسری است که خب یک زندگی از هم پاشیده دارن. هر مشکلی فکر کنیم تو این زندگی وجود داره. این زندگی پر از مسئله است و به نظر میرسه به جایی نمیرسه و انواع بزهکاری و دردسر و گرفتاری. اما فلورا مادر خانواده داره سعی میکنه با پیدا کردن گیتار خرابی که بازم یاد گیتاری میفتیم که در فیلم وانس نقش داشت، و با تلاش برای یاد گرفتن نواختن این گیتار، اونم از طریق آموزش اینترنتی، از طریق یک تعلیم دهنده ای که در لس آنجلس زندگی میکنه و از طریق زوم داره بهش آموزش میده، بهانه ای برای زندگی پیدا کنه. پسرش هم همینطور. فلورا و پسر در واقع اسم بند ایناست، اسم گروه موسیقی ایناست که کم کم شکل میگیره، و شخصیت اون معلم موسیقی لس آنجلسی هم بی نهایت جذاب پرداخت شده. فیلم پر از شوخی های ظریف با جنبه های مختلف، حالا تفاوت فرهنگ اروپایی و آمریکایی، کسی که ساکن دوبلینه و کسی که ساکن لس آنجلسه، پیوندشون از طریق موسیقی، جزئیات روابط رمانتیکی که شاید بتونه شکل بگیره، با همه اینا شوخی میکنه، و با وجود همه تلخی ها طبق معمول دیگه، تخصص جان کارنیه، شخصیتاش از خاکستر این مصائب زندگی با موسیقی برمیخیزن، با دست زدن به موسیقی خودشون رو بیرون میکشن، با اینکه طبق قواعد عقلی امیدی به بهبود شرایط این زندگی وجود نداره. آکی کوریسماکی واقعا از اون فیلمسازاییه که با وجود تکرار تمام دستمایه‌ها و استایلی که خودش تأسیس کرده، همچنان میشه فیلمش لذت برد. فیلم امسالش فالن لیوز فیلمیه که خب از طرفی داره الگوهای فیلم‌های قبلی خودش رو تکرار میکنه، از طرفی ارجاعهای مشخصی به تعدادی از فیلم‌های به یادماندنی تاریخ سینما داره، و در واقع با ارجاع به فیلم برخورد کوتاه دیوید لین، آشکارا ما رو یاد ملاقات غیرمنتظر یک مرد و زن در بستری غیرعادی میندازه. چیز شگفت‌آور تو فیلمش اینه که از طرفی همه چیز خیلی ساده است، خیلی معمولیه. دو تا آدم، یک زن و مرد که هیچ ویژگی ندارن، آدم‌های بسیار معمولی‌ان با مشکلات شدید در تأمین زندگی روزمره شون، چون دارن کار روزمز میکنن و دائم اخراج میشن، دائم تهدید میشن، پول نون شب هم ندارن، پول برق خونه رو ندارن، در همچین شرایطی در نهایت سادگی و از جهتی هم بسیار تلخ و در بستر اینکه حالا حوادث دنیا هم داره پیگیری میشه، جنگ اوکراین و هزار تا چیز دیگه، این دو نفر بدون دیالوگ چندانی، بدون اکت عاشقانه خاصی، با هم یک رابطه‌ای رو دارن شکل میدن که حتی نمیشه اسمش رو هم این گذاشت، معلوم نیست این رابطه اصلا به جایی برسه،
و فیلم اون وقت تازه در بستر این رئالیسم ظاهراً مفرط کلی ارجاع به تاریخ سینما داره، به برخورد کوتاه دیوید لین به فیلم های برسون، و خب فیلم به شدت هم برسونیه. فیلم کاملاً با مینیمایز کردن موقعیت، فشرده کردن همه چی، حذف خیلی از چیزهایی که ما در فیلم ها انتظار داریم ببینیم و تمرکز روی موقعیت های بسیار محدود، نماهای بسیار ساده، ساختاری بسیار ساده، رابطه این دو نفر رو پیگیری میکنه و رابطه این میسازه که خب شبیهش رو ندیدیم، با یک پایان بندی که یادآور پایان بندی چاپلینه و اشاره به سگی که وارد داستان شده و کاراکتر زن اسمش رو چاپلین گذاشته. بسیاری از اجزای فیلم ارجاع به تاریخ سینما دارن، از جمله همین نامی که برای سگ انتخاب میشه و خیلی از موقعیت‌هایی که باز پوستراش رو تو پس زمینه ها میبینیم. فیلم خیلی ساده ایست، فیلم خیلی ظاهراً دور از فضای سینما این روز هاست، اما بسیار بیادماندنی، یکی از فیلم خوب امسال. آخرین فیلم آقای هایائو میازاکی هم اولین نمایش منطقه آمریکای شمالیش رو تو جشنواره تورنتو انجام داد، پسر و مرغ ماهیخوار، آخرین کار استاد که تا حالا چند دفعه هم اعلام بازنشستگی کرده ولی خوشبختانه هر دفعه بر میگرده و چند سالی رو وقت صرف فیلم تازش میکنه. فیلم فوق‌العاده ایست، من خیلی دوست داشتم فیلم رو، با اینکه بسیاری از قراردادها و شکل‌های روایی و نمایشی رو که ما در فیلم‌های قبلی دیدیم تکرار میکنه، ولی خب طبیعیه دیگه، ما انتظار همین دنیا رو داریم، دنیایی که ساخته خود آقای میازاکی است و خب حالا تداومش رو داریم باز در کارهای تازه میبینیم. اینجا هم باز دوباره تعداد زیادی از اون شخصیت‌های جذاب و موجودات ریزمیزه‌ای که گوشه‌های قاب دیده میشن و شخصیت‌هایی که اصلا تو اجرای میازاکی هویت پیدا میکنن بازم هست و حضور دارن و احتمالاً بعد از این فیلم عروسک‌ها و مجسمه‌هاشون ساخته میشه و فروش میرسه و دوستداران میازاکی احتمالاً جمع میکنن نگه میدارن. فیلم ضد جنگیه دیگه، پسر و مرغ ماهیخوار داستان پسر بچه ایست که بعد از مرگ مادرش تو روزهای جنگ از توکیو خارج میشه و میره تو محیط دیگه ای. اونجا در واقع در نسبتی که با طبیعت و یک پرنده و حالا بقیه موجوداتی که اونجا حضور دارن پیدا میکنه، مرز همیشگی واقعیت و خیال که تو فیلم‌های میازاکی اصلا نمیشه تکلیفش رو معلوم کرد شکسته میشه و ما زیاد مطمئن نیستیم توی سری از سکانس‌ها که الان کجای ماجرای این فیلم. در پایان بندی هم تکلیف این مرز واقعیت و خیال رو چندان روشن نمیکنه، ولی به هر حال تمام دستمایه فیلم جستجوی پسر، جستجو ذهنیش برای بازیافتن مادری است که در آتش جنگ سوخته و از دست رفته. فیلم بین شیرینی دنیای خیال و تلخی آنچه که در جنگ رخ داده رفت و آمد میکنه و خیلی از اوقات حس دوگانه ای برای ما میسازه دیگه، چون ما داریم چیزی رو میبینیم که گویا تو این دنیای فانتزی و زیبا به هر حال هیجان انگیزه، ولی خب میدونیم همه اینا داره از رنج پسر برمیاد، از تلخی جنگ برمیاد و همه اون چیزی که بر سرش اومده. اتم اگویان هم که یک فیلمساز کانادایی است، امسال فیلم سون ویلز رو داره در جشنواره، چند تا هم اکران براش گذاشتن، در واقع اولین نمایشش در همینجا داره انجام میشه. فیلم درباره یک کارگردان اپرا است که نقشش رو آماندا سیفرید بازی میکنه، که زنی است که در گذشتش در کودکیش تجربه ناخوشایندی داشته از چیزی شبیه یه جور آزار جنسی و حالا داره داستان سالومه رو روایت میکنه. نمایشنامه اسکار وایلد، داستان سالومه که خب خودش هم پس زمینه اروتیک داره و همه اون جنبه های تاریخی که توش وجود داره، داره یک اجرای مدرن ازش ارائه میده. شخصی میشه براش، در واقع درگیریش با نمایشنامه، بازگشت هایی داره به تجربه خودش در کودکی، و از طرف دیگه یکی از همکاراش هم که داره مجسمه سر یحیای تعمید دهنده رو میسازه، اون هم مورد یک جور تعرض جنسی قرار میگیره و بنابراین فیلم داره از گذشته تا الان، از اجرای کهنش تا اجرای مدرنش تا کارگردان نمایش و همکارش و کل زنانی که حالا اینجا همکاری دارن میکنن، درگیر این مسئله میشن و ارجاعی به گذشته، سابقه خانوادگی، یک شبکه پیچیده ای از این ماجرایی که خب بله بیشک این داستان و این اجرا حتما تحت تاثیر فضای این سالها، جنبش میتو، ماجرایی که در مورد تعرض جنسی بوده و همه اینها هست. فیلم در واقع داره سعی میکنه اون دستمایه همیشگی قاطی شدن مرز میان خالق و اثر رو این دفعه پیوند بزنه به ماجرای تعرض جنسی، چون داریم از دیدگاه یک زن میبینیم درباره زنی مثل سالومه و
بقیه زنهایی که توی داستان میبینیم که حضور دارن. اگر سینمای رومانی رو دنبال میکنید، رادو جوده رو میشناسید، یکی از چند سینماگر شاخص سینمای رومانی. دو سال پیش هم در جشنواره برلین جایزه اول رو دریافت کرد. فیلمی انتظار زیادی از پایان دنیا نداشته باشید، اسم طولانی هم داره، اینجا نمایش داده شد. در روز دوم دیدیم فیلم عجیب و غریبی که زندگی یک زن راننده تاکسی رو دنبال میکنه و ما مدت زیادی همراه او در ماشینشیم، در صندلی کنارش داریم تماشاش میکنیم. فیلم وارد تمام لایه‌های زندگی این زن میشه دیگه. اون غیر از راننده تاکسی بودن، داره در تولید یه سری ویدیوهایی هم مشارکت میکنه که حالا جزئیاتش رو نمیگم، بعداً خودتون توی فیلم ببینید. غیر از اون ما زندگی روزمره‌اش رو هم داریم دنبال میکنیم، رابطهش با مسافرها، پول درآوردنش، غذا خوردنش، قدم زدنش و همچنین یه سری ویدیوهای کوتاه که داره برای تیک تاک تولید میکنه که حالا تو اونها باز ماجرایی داره اتفاق میفته و جنبه‌های دیگه از کاراکترش بروز پیدا میکنه. فیلم وسط این زندگی بسیار روزمره، از یه جهت فیلم 3 ساعت ما رو متمرکز رو زندگی روزمره یک زن نگه میداره. یه کمی شاید ما رو یاد اون فیلمی بندازه، یعنی فیلم ژان دیلمان که پارسال هم به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینما انتخاب شد. اینجا ما همراه یک زنیم دیگه و روزمرگیش رو داریم تماشا میکنیم. فیلم در پیگیری این روزمرگی ظاهراً بی اهمیت در مورد یکی از شهروندان حاشیه‌ای این دنیا که شاید اصلا برای کسی اهمیتی نداره، تأثیر تصمیم‌گیری‌های سیاسی، تصمیمات داخلی کشور رومانی، تصمیمات جهانی، جنگ روسیه و اوکراین، تحولاتی که حتی در واتیکان داره اتفاق میفته، هر چیزی که در هر جای دنیاست رو گره میزنه به این موقعیت، با شوخی میکنه، هجو میکنه، دست میندازه، ارجاع جدی بهش میده و یک شبکه ای از دل مشغولی های این زن رو برای ما پدید میاره که خب تماشاگر رو ممکنه خیلی متحیر بکنه، چون گاهی اوقات بسیار تند و وقیح و حتی شاید برای بعضی آزاردهنده است اشاره هایی که فیلم میکنه، چون هیچ حریمی رو نگه نمیداره و وارد هر چیزی میشه و با هر چیزی شوخی میکنه. از اون فیلم هست که شبیهش رو امسال پیدا نمیکنید. به هر حال فیلمی است فقط با ساختار و لحن ویژه خودش. اگر دوست دارید یک فیلم نامتعارف ببینید، این رو هم در لیست فیلمایی که امسال باید ببینید قرار بدید. فیلم تازه آقای ویگو مورتنسن هم اینجا اولین نمایشش انجام شد. 3-4 سانس، 5 سانس هم براش نمایش گذاشتن. یک وسترن، داستانی عاشقانه رو در لوکیشن وسترن و با نشانه‌های وسترن روایت میکنه. داستانی بین زن و مردی که مرد اصلی رو خود ویگو مورتنسن بازی میکنه، زن رو هم ویکی کریپس، بازیگری که تو این سالها خیلی مورد توجه قرار گرفته و چند تا نقش مهم داشته. فیلم قابل قبولیه و احتمالاً بازار نمایش بدی هم نخواهد داشت، اما چندان خلاقیتی در کار با عناصر روایی و بصریش دیده نمیشه. وسترن تیپیکال که نیست، وسترن معمول که نیست، اما از اون طرف تو چارچوب خودش هم اونقدرها روی جزئیات بصری، تعمیدات روایی و بقیه جزئیات خلاقیت چندانی نمیبینیم. کارش رو فقط داره انجام میده و داستانش رو روایت میکنه و تا ته میره. فیلمیه که احتمالاً فروش متوسطی خواهد داشت، ولی باز چندان امتیازی در کارنامه آقای ویگو مورتنسن به عنوان کارگردان شاید محسوب نشه. هیتمن هم فیلم تازه ریچارد لینگلیتره، فیلمسازی که خب حتما یکی از فیلمهاش رو دیدید، به هر حال کارنامه مفصلی داره با کلی فیلمهای محبوب. فیلم خیلی ساده و کوچیکه، ظاهرا داره تلاش میکنه که یک قصه خیلی مختصر با کاراکترهای ساده تعریف بکنه، اما واقعا خلاقیت در نوشتن و همچنین بازیهای خوب کمک کرده که فیلم تو همون قصه کوچیکش از همه ظرفیت‌های ممکنه همچین داستانی استفاده بکنه. ایده اولیه که در همون دقایق ابتدایی متوجه میشید اینه که یک استاد دانشگاه در واقع داره همکاری میکنه با اداره پلیس برای اینکه کمک بکنه که یک سری جنایتکارا دستگیر بشن. حالا دیگه جزئیات دیگه‌اش رو نمیگم. این موضوع که ابتدا به نظر میرسه اونقدر ظرفیتی نداره برای داستان پردازی، اونقدر لایه‌های عجیب غریبی پیدا میکنه و وارد موقعیت‌های دیگه‌ای میشه که خب کاملاً تبدیل به فیلم پرکششی میشه برای اینکه ببینیم در نهایت به کجا خواهد رسید. فیلم شوخه و سعی میکنه زیادی خودش رو جدی نمیگیره. امتیاز اصلیش اینه، زیادی خودش رو جدی نگرفته، فکر نکرده که این داستان میتونه تبدیل به چیزی بیش از یک داستان ساده درباره شخصیت‌های معمولی بشه و همین تبدیل به نقطه قوتش شده. یعنی با مکس روی همین موقعیت کوچیک با اون چند عضو اداره پلیس که خیلی هم کاراکتر بامزه‌ای، همین رو پیش می‌گیره، جلو می‌بره و کاملاً
حس خوبی برای ما میسازه بابت شکل دادن به یک موقعیت در منطقه خاصی از آمریکا، شهر نیو اورلان، با آدمهایی که محور داستانن. یکی از اتفاقات خود به خودی جشنواره هم، یعنی تقارن‌های پیش بینی نشده هم، اینه که دو بازیگر فیلم ریچارد لینکلیتر هر دو امسال فیلم دارن. یعنی علاوه بر خود لینکلیتر که فیلمش نمایش داده شد، دو فیلم هم از دو بازیگر فیلم بویهود، یعنی ایتن هاک و پاتریشیا آرکت که تو اون فیلم مقابل هم بازی میکنن، هر دوشون امسال فیلم دارن و در جشنواره نمایش داده شده. من فیلم پاتریشیا آرکت رو هنوز ندیدم، ولی الان از دیدن فیلم ایتن هاک اومدم. وایلد کات، گربه وحشی، فیلمی است درباره داستان‌ها و تجربه نویسندگی خانم فلانی اوکانر، نویسنده مشهور آمریکایی. اگر قصه اوکانر رو خونده باشید و همچنین اگه علاقه های ادبی داشته باشید، فیلم جالبیه. فیلم جسوری است در ساختن تصویری از رابطه میان خالق اثر با اثر. خب ما البته در سینما و ادبیات زیاد با این دستمایه دیدیم کار بشه، مسئله اینکه آنچه که خلق میشه چه سهمی از زندگی شخصی خالقش داره، چقدر تجربه خودشه، چقدر تغییر یافته است، چقدر واقعیته. این چیزی است که زیاد باش کار شده و نمونه زیاد دیدیم. فیلم نه اینکه حالا این مضمون رو خیلی برده جلوتر از تجربه قبلی، اما کار جذابی توش انجام داده فیلمساز. رفت و برگشتایی داریم بین داستان‌ها و زندگی شخصی و خود بازیگرایی که دارن موقعیت واقعی زندگی اوکانر رو بازی میکنن، در اون داستان ها هم حضور دارن. فیلم یه جور بازیگوشی داره با همین که ما تصمیم بگیریم بالاخره اینا چقدر الهام گرفته از زندگی شخصی است، چقدر مستقله. چون خود بازیگرا هم میان نقش های اصلی رو تو اون قصه ها بازی میکنن. بازیگر نقش فلانی اوکانر هم مایا هاوک، دختر ایتن هاوک و اوما تورمن، که خوبم از پس کار بر اومده و دیدنیه به هر حال حضورش تو فیلم. از اون فیلم هاست که اهل ادبیات بابت ارجاهایی که به آثار دیگر نویسندگان و آثار بزرگ کلاسیک داره ازش لذت میبرن. فیلم تازه ریوسوکه هاماگوچی که فیلم درایو مای کارش رو احتمالاً دیدید که دو سال پیش، با تصویری از درختانی در جنگل شروع میشه. ما نمای طولانی ممتدی داریم که نگاهی که نمیدونیم از آن کیست داره به درختان جنگل نگاه میکنه، زاویه سربالا. و از اون به بعد همین نمایی که در تیتراژ شاید حدود 2 دقیقه ادامه پیدا میکنه، تبدیل به یکی از مکانیسم‌های ساختاری مهم فیلم میشه. نگاهی که برای ما صاحبش مشخص نیست. در ادامه به نظر میرسه این نگاه میتونه از آن دختر باشه یا میتونه از چشم گوزنهایی باشه که تو این جنگل زندگی میکنن. فیلم بنای ساختاریش اصلا همینه، پیگیری زاویه دید. فیلمی است که با پوینت آف ویو کار میکنه، با نمای نقطه نظر. و در خیلی از لحظات فیلم، در حالی که ما احساس میکنیم داریم روایت بیواسطه ای از موقعیت رو میبینیم، ناگهان پرتاب میشیم به نمای نقطه نظر کسی. ناگهان قطع میشه به موقعیتی که گویا داریم از چشم کسی میبینیم که صاحب اون نگاهه و نمای مستقلی در فیلم نیست. فیلم با همین تمهید کار غیر منتظره ای میکنه، سکانس غیر منتظره ای میسازه در شرایطی که به نظر میرسه چیزی جز یک داستان ساده درباره معضلی که برای ساکنان یک منطقه حاشیه توکیو، یک منطقه جنگلی، اتفاق افتاده نیست. اونا دارن زندگیشون رو میکنن و حالا کسانی برای تأسیس یک کمپ تفریحی اومدن مزاحم زندگیشون و مزاحم طبیعت شدن. از یه جهت فیلم دستمایش طبیعت، انسان و طبیعت و حضور سودجویانه ای که در واقع حالا عده‌ای میخوان توی طبیعت داشته باشن. اما این واقعا فقط لایه اولیه فیلم، لایه اصلی داره با همون بازی که با نمای نقطه نظر شکل گرفته پیش میره. و فیلم دیدنی است، باز هم دستاورد تازه است از هاماگوچی تو این جنس سینمایی که تو این چند سال داره پیگیری میکنه. آخرین فیلمی که در جشنواره دیدم درباره علف‌های خشک، ساخته نوری بیلگه جیلان، فیلمساز سرشناس ترکیه است. خیلی فشرده بخوام براتون بگم، اگر که به مجموعه فیلم‌هایی که تو این 10 سال اخیر جیلان داره پیگیری میکنه، یعنی از روزی روزگاری در آناتولی تا خواب زمستانی و درخت گلابی وحشی و این فیلم، اگر به اینا علاقه داشتید، یعنی اون 3 فیلم قبلی رو دیدید و پیگیری کردید، عملاً این فیلم ادامه دهنده همون مسیر، همون سینماست، همون زبانه، با تایم طولانی، با وقت دادن به زندگی کاراکترهاش، با فرصت دادن به لحظاتی که شاید در نگاه اول به کار نیاد و چندان درام رو پیش نبره، اما فیلم اتفاقاً متکی به همون لحظاته.
و فیلمی است که از اسمش میتونید پی ببرید با چی طرف این فیلمی که تماما در برف میگذره و سوز سرما و موقعیتایی که شخصیت‌ها درو نمیتونن باز کنن از بس بوران و برف در جریانه، اما اسم فیلم درباره علف‌های خشکه. همین توضیح میده که با چه جور فیلمی طرف این فیلمی که خیلی باز به محدوده دید شخصیت اصلیش وابسته است. ما با یک معلم وارد یک منطقه دور افتاده میشیم، یک گوشه ای از کشور ترکیه، و با اون معلم هم خارج میشیم. کل ماجرا تجربیاتی است که اون معلم توی اون منطقه داره، دوستی ها و رابطه هایی که برقرار میکنه. دو زن تأثیر میذارن در تجربیاتش، یکی زنی به نام نورای که زنی است که دچار مشکل جسمی است، و یکی دیگه دختری که در مدرسه است و اونم شاید دچار یک جور مشکل عاطفی است. حالا مسئله ای است که باید در خود فیلم تماشا بکنید. این دو زن تاثیرگذارن در کنار بقیه ارتباطاتی که شکل میگیره. فیلم ظاهرا داره فقط مجموعه دیدارها و تجربه های پراکنده رو کنار هم قرار میده، اما نقطه اتصالش نگاه معلم وارد شده به روستاست و همچنین ایده های بصری تاثیرگذاری که ناگهان موتیف‌وار تو فیلم همینجور حرکت میکنن و سر برمیارن. ما میبینیم که چیزهایی به هم متصل میشه با تاکیدهایی که فیلمساز رو یه سری قاب‌های مشخص داره. درباره علف‌های خشک برای اونایی که سینمای جیلان رو پیگیری میکنن قطعا یک حادثه مهمه، یک فیلم کامل و ظریف و داره جزئیاتی است که اون چرخه رو کامل میکنه، چرخه‌ای که پیش از این با فیلم‌های گذشته شکل گرفته بود. من چند تا فیلم دیگه هم دیدم، اما دیگه این برنامه رو تموم کنیم با همین صحبتی که درباره فیلم جیلان شد به عنوان آخرین فیلم. و دیگه اینجا دارن کم کم جمع میکنن، روز آخر جشنواره است، دارن فرش قرمز رو جمع میکنن و سر و صدا همین اطراف همینجور هست، مشغول دیگه عادی کردن این موقعیت هم برای زندگی روزمره تا بره تا سال آینده. امروز جایزه جشنواره اعلام میشه، یعنی همون فیلم منتخب مردم، فیلمی که جایزه رو از طرف تماشاگران میگیره. تا این لحظه هنوز چیزی اعلام نشده، من نمیدونم. حال و هوای جشنواره جوری نبوده که مطمئن باشیم که کدوم فیلم بیشتر جلب نظر کرده. میتونیم حدس بزنیم. حدس من اینه که فیلم میازاکی پسر و مرغ ماهیخوار یکی از فیلمایی است که میتونه شانس داشته باشه برای گرفتن جایزه بهترین فیلم. به هر حال این احتمال هم وجود داره که از بین فیلم‌های آمریکایی که اکران اولش تو این جشنواره بوده و قبلا دیده نشده فیلمی محبوبیت پیدا کرده باشه و رای بیاره. برای این جایزه همیشه مقدار کنجکاو کننده هست، چون ممکنه نتیجهش روی جوایز آخر سال و جوایز اسکار تأثیر بذاره. من درباره همه این فیلمایی که اینجا بهش اشاره کردم بعداً وقتی نسخهش بیاد و شما هم دیده باشید باز احتمالاً ویدیوهای جداگانه‌ای خواهم گذاشت. دوستانی که تو این جشنواره فیلم دیدن، اگر فیلمی دیدن که خوب بوده و من بهش اشاره نکردم، یا اگر از همین فیلمایی که دیدن چیزی براشون جذاب بود و میخوام بهش اشاره کنم، حتما تو کامنت ها بنویسن. دیگه این برنامه رو ببندیم تا برنامه آینده جامکات. خداحافظ میگم.